فرید زننده عزیز، با توجه به این نکته که اشاره فرمودید، باز هم باور شما به کسانی که از داخل ایران میان برای اجرای کنسرت ها در اینجا و ازشون استقبال میشه، این استقبال دلیلش چیه؟ چون کارهای نوآوری رو دارن باش رو رو هستن، یا اینکه مردم یه چیز تازه رو در مسیرشون قرار گرفته میخوام برم ببینن چه خبره؟ اونو شما این تعریفات شما یا چی؟ نه دارم سوال میکنم، شما مثلا اینکه میگه چیز جدید میاد اینا، ببین عزیزان من دارم میگم آیا مردم اینجور فکر میکنن؟ نه اجازه بده. اول اینکه هیچ خط این وسط من قبول ندارم بین ایرانی این ور مرز و اون ور مرز. بسیار عالی. این جواب اوله. بله. از نظر کاری اونایی که میان اینجا دارن میخونن، مثلا میان یک سالون بزرگ پر میکنن، دفعه دوم که میاد خالی میکنه. آها. این چیه؟ اون کارهایی که اجرا کردن تاریخ مصرف داره. صحیح. شما خواننده که 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش اومده اینجا خونده، همون 1 سال بعدش، 2 سال بعدش اومد، همچین اتفاق براش نیفتاد. بله. متوجه چی میگم؟ بله. بعد حضورت عرض کنم که ما باید اینو در نظر بگیریم که خواننده‌ای که مثلا فرض میکنیم داریوش، ابی، نمیدونم موین یا هر کسی، بله، از اینا که هر سال در اینجا و فقط در اروپا و اینورا مثلا در سال 20 تا دونه برنامه دارن اینا. خب این برنامه باید از موفق باشه که تا برنامه بعد تکرار بشه، دقیقاً. پس این برنامه موفق بوده. چرا؟ به خاطر کارهای ماندگاری که ماها ساختیم برای اینا. اونا رو شما فکر کنید مثلا فرض کنید فلان خواننده رو بگو یک رپرتواری مثلا 25 تا آهنگ که می‌خونیم 20 تاش 15 تاش در بیار. بعد بگو برو بخون. و اعلامم بکنید که آقا این خواننده امشب این آهنگا رو می‌خونه. اینا رو دیگه نمی‌خونه. شما برو ببین که چند نفر ده اونجا می‌شینه. صحیح. اینا مثلا همه چی به هم بستگی داره. درست. اینی که من روبرو خواننده رو ببینم، ما نسبت چی نه خواننده‌ای که استقبال میشه من کیفشو میکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه من ذاتاً میدونم که من موفقم. من اینجوری فکر نمیکنم که خواننده حالا چرا براش مردم دست میزنه. اون دست زدن 60-70% مال منو ترانه سرا و تنظیم کننده است. درست. مال اونا نیست. درست. اون ظاهر امره. متوجه چی میگم؟ پس شما باید از نظر مالی اگر اینجور نگاه کنیم، آقای فرید زولان، و در امریکا 40 سال زندگی میکنی، باید شرایط مالی خوبی داشته باشی. آره، شما حرفو میخوای بکشی در اون داستانی که باید از بکشی، بذار که من شروع کنم. بذار باید بگم. ببین از جان من اولی من... که به دیتیل نمیتونم من صحبت بکنم. نه من آقای بینندگان عزیز، نه. من اجازه شما جلوتر از من حرف نزن، بذار من جواب بدم. نه من میخوام به شما بگم که شما میگید که من میخوام شما رو ببرم به یک مورد. نه این سوالی که میکنی سوال جالبیه. خب این شما میگه آقا که وقتی میره خواننده که مثلا 20 تا برنامه در سال، مثلا این 4 5 تا خواننده 100 تا برنامه بالای $200,000 شبه میذارن. ده اوریج. درست. خب تو هم باید وضعیت زندگیت خوب باشه. خب ما اگر $1 شما دیدیم، ما هم دیدیم تا امروز. یعنی این ارتباط گوش بده جواب نه بذار که من برات توضیح بدم قشنگ که دیگه جا نمونه.